فکر میکنم تاریخ ما یک جا این همه دزد با چراغ رو در کنار هم دیده باشه. دزد با چراغ. ایالات متحده آمریکا رفته به سراغ یکی از دزدان با چراغ در اینجا که این بی سابقه است که دلال جمهوری اسلامی رو دستگیر بکنن. اما جالبه در معرفی خودش این آقای کاوه افراسیابی که فقط 53 سالشه میگه که به روانی به زبانهای فرانسه، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی و فارسی تکلم میکنه به روانی. بعد در دانشگاه های بوستون بوده، دانشگاه تهران بوده، دانشگاه بنتلی بوده زورش که از کنم و دانشگاه هاروارد بوده، در دانشگاه هاروارد ویزیت کرده، دانشگاه برکلی کالیفرنیا بوده، در مرکز تحقیقات استراتژیک بوده در تهران، در سازمان ملل بوده و بنیانگذار گلوبال اینترفیت پیس، یعنی در جهت صلح جهانی هم صلح گلوبال تلاش میکرده و تحصیلاتش در رشته الهیات درشه. اما درباره ایران کتاب داره، درباره اسلام کتاب داره، درباره محیط زیست کتاب داره، سازمان ملل و صاحب چندین اثر تخیلی است و نویسنده کتاب آخر از زمانه یا آثاری داره درباره آخر از زمانیت، مهدویت، تشیع، اکوتئولوژی و همینطور بنیانگذار جی آی پیست و کلی محسنات دیگه. اما در نهایت میگه شاعر هم هست، نویسنده هم هست، یک همچین آدمی با این خصوصیات علمی توسط ایالات متحده آمریکا به استکبار جهانی دستگیر شده در آمریکا. اجازه بدید که از ادب و احترام داشته باشم به آقای دایی عزیز. دایی میدونم که از نزدیک رو میشناسه، یا حتی ایشون رو یک بار با آقای دایی در یک مناظره در وایس آف آمریکا دیدم. آقای دایی عزیز درود بر شما، خیلی خوش آمدید. درود بر شما، درود بر بینندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم. ممنونم. آجایی این آدمی با این خصوصی، چون من با ایشون هم گفتگو کردم یه چند بار اومده رو خط، فکر کنم رادیو تلویزیون دو سه بار صداشو شنیدم، آقای کاوه افراسیابی، این ویژگی هایی درباره ایشون گفتم، نویسنده در دانشگاه های خیلی معتبر دنیا بوده، سازمان ملل، شاعرم که بوده، آثار تخیلی هم که داشته، تحصیلاتش هم الهیات. شما چی دیدی در او؟ یعنی آدم متفکر، اندیشمند، یه فیلسوف، یه شاعر، چی دیدی؟ عرض کنم واقعش بدون اغراق بگم خیلی آدم بی سوادی بود، یعنی خیلی تعجب کردم منم تو همون مناظره. بعدنم که اسناد نایاک رو از دادگاه گرفته بودیم، دیدم تو یکی از این ایمیلاشون یکی از مسئولین هیئت مدیره هیئت مدیره نایاک به معاون تیرتاپاشه گفته بود که این کاوه افراسیابی خیلی به اصطلاح نوع چی میگن مناظره‌ای که کرده بود با دایی خیلی بد بوده. این البته حسن من نیست، بی سوادی این آقا بود. واقعش اینه که این حضرت آقا رو وقتی اومد وارد این کار شد که به نفع جمهوری اسلامی تبلیغ بکنه، یه گروهی درست شده بود سال 2006 در آمریکا را انداختن به نام کسمی، یعنی کمپین اگینست سانکشن اند میلیتری اینترونشن این ایران، یعنی کمپین علیه جنگ و تحریم در ایران. یه آقایی در لندن را انداخته بود، بعد یه سری نایاکی اومدن اینجا در آمریکا، شعبه آمریکا زدن. کارشون هم این بود که مثلا این گروه هایی که اسم خودشون گذاشتن چپ و مترقی اینا رو جذب کنن. این کاوه افراسیابی رفت توی کسمی، توی سایت کسمی شده بود یکی از به اصطلاح مقاله نویس های اینها به عنوان اکادمیک. خب اینا لازم داشتن چون فعال سیاسی عده بودن، عده این ونور میخواستن یه آدم اکادمیک هم جور کنن که بعد دانشگاه رفته است و حرفایی که میزنه رو حساب. مثلا این آقا نون این داستان رو میخوند و با اونا بالا کشید، یه مقدار اومد بالا
و با همین گروه ها بود دیگه. بعد از که احمد نژاد رفت، این گروه های چپ هم که اینا استخدام میکنن هنوز هستن ها، یه مقدار یه بخشیشون که احمدی نژادی خالص بودن رفتن کنار، بقیه شون موندن. ایشون هم فعالیتش همین بود، سالی یکی دو بار نم چه سالی چند تا مقاله می نوشت این طرف اون طرف، این تلویزیون های این طرف اون طرف هم دعوتش می کردن، واقعا مایه ننگه یه همچه آدمی بیره جمهوری اسلامی دفاع بکنه و می اومد و برای خاطر این کارا تو این سالها 265 هزار دلار از دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی گرفته که واقعا عجیب غریبه. جالبه آقای دایی، این برای اولین باره که کسی به اتهام دلالی برای جمهوری اسلامی دستگیر میشه. نداشتید سابقه؟ نداشته داشته یا نه؟ بله تا به حال نشده. البته این قانون فارا که به این اتهام ایشونو گرفتن، یعنی Foreign Agent Registration Act، یعنی شما اگه عامل یک دولت خارجی هستی برش لابی میکنی باید به ثبت نام کنی. خیلی ها نمی کنن. عرض کردم همون دو هفته پیش بود خدمتتون بود فکر کنم، گفتم به وکیل من میگفت اون موقع که اگه بخوان واقعا به خاطر فارا، نقض فارا بیان بگیرن کسی، یه خیابونی هست توی واشنگتن به نام کی استریت که تمام این لابیستا و اینا اونجا، بعد اتوبوس بیارن اینجا، اتوبوس آدم ببرن زندان، نمیگیرن معمولا. ولی در حالت با جمهوری اسلامی متفاوته، خب یه بسیار کشوری که یه حکومتی از ما ببخشیم یه حکومتیه که تهدید علیه آمریکا رابطه ندارن و این اولین باره. خب میتونه پیامدهای مهمی داشته باشه و امیدوارم لااقل که بعد از اومدن آقای بایدن هم، یعنی اومد الان که آقای بایدن هستن، این ادامه پیدا کنه. من شخصا احساسم اینه که ادامه پیدا خواهد کرد و این چیزا بوده، چیز مخفی هم نبوده که حالا اومدن گریبانی آقا رو گرفتن بخوان امثال این رو بگیرن. خیلی هستن، خیلی کسانی که اینجوری برای جمهوری اسلامی کار میکنن، طرق مختلف پول میگیرن، حمایت میشن. و یادم هم هست که موقعی که سال 2009 بخش از اسناد نایاک رو ما گرفتیم، من بخش از این ایمیل های تیتا پارسی که با ظریف مکاتبه کرده بود و کارهای دیگر رو دادم به روزنامه واشنگتن تاب، یعنی به چند تا روزنامه دادم، همه میترسیدن نایاک. روزنامه واشنگتن تاز حاضر شد اینا رو چاپ بکنه، وقتی چاپ کرد در حین چاپ هم دو تا از معاونین سابق اف بی آی که صحبت کرده بود، اونها گفت بودن با دیدن ایمیل های رابطه تیتا پارسی با ظریف به نظر ما این قانون فارا رو نقض کرده، این عامل یک دولت خارجی و بعد میرفته خودش رو ثبت میکرده به این عنوان و خب دنبال نکردن. حالا امیدوارم که با اومدن این کاوه افراسیابی دستگیریش این باب باز بشه. حالا نکات مهمه، یه ویدیو 2 دقیقه‌ای من فرستادم، این مهمه با هم ببینیم، چون در پس پرده به اصطلاح کاری که جمهوری اسلامی میکنه، یکی همین دفتر نمایندگی در نیویورک و بنیاد علوی که حالا بعد دیدن این گزارش توضیح میدم، یکی همین کسانی که این جلسه ایه که این 2 دقیقه کوتاه کردم، بلندتر بود این ویدیو، این ویدیو رو تلویزیون جمهوری اسلامی نشون داد سال 2009، یعنی تو اون جنبش سبز که میکشتن مردم ها، این جلسه رو کاوه افراسیابی و یه چند تا از این آدمایی که اسم چپ روشون خودشون گذاشتن، اینا تو نیویورک برگزار کردن. اگر هموطن نیویورکان صف جلوه کسانی که نشستن تو این جلسه، چند تاشون مال خود همون دفتر نمایندگی تو نیویورک، یکم هومن مجد که هموطنان ممکن خیلیشون بشناسن، مترجم خاتمی، مترجم احمد نژاد و بعد برای ظریف کار میکرد و تو همین چند دو سال پیش برای ظریف کار میکرد. خب اینا همه اونجا نشستن، ولی نکته مهمش اینه که حرفایی که میزنن که این جنبش مردمی در ایران آدمای بیگانن، کشور خارجی اینا رو هدایت میکنن و این سرکوب و اینا هم که میگن دروغه، تلویزیون دارن دروغ میگن. این 2 دقیقه ببینیم، بعدش من یه صحبتی در مورد این دفتر سازمان ملل بکنم. تشکر، میبینیم. به جفسازی های منفی رسانه های گروهی امریکا و انتشار اخبار کذب از مسائل و تحولات داخلی ایران، گروهی از کارشناسان رسانه‌ای و تحلیلگران مسائل ایران با بررسی تحولات بعد از انتخابات
نحوه برخورد و عملکرد رسانه‌های گروهی آمریکا در مورد مسائل ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در این نشست که با عنوان واقعیت‌های ایران به دور از دروغ‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای برگزار شد، کاوه افراسیابی، محقق و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، نوع برخورد و پوشش رسانه‌های گروهی آمریکا از تحولات و مسائل داخل ایران را مزورانه و گزینشی خواند و خواستار اصلاح آن شد. این رسانه‌ها کارشون اونجوری که باید شاید انجام ندادن و معیارها و استانداردهای نادرستی رو به پیش گرفتن و به نظر میرسه که با توجه به اخباری که اخیراً از سوی دولت آمریکا و همچنین فرانسه ما شنیدیم که اینها الهاماتی از طرف دولت‌ها می‌گرفتن که در این راستا تلاش و تقلا بکنن. خانم سارا پلاندر، معاون سازمان صلح و عدالت نیز با اشاره به اقدامات مداخله جویانه رسانه‌های گروهی آمریکا در مورد مسائل خاورمیانه به ویژه ایران تاکید کرد. رسانه‌های گروهی آمریکا به تبعیت از دولت مردان این کشور هر گونه انتخاباتی را که با اهداف آنان سازگار نباشد زیر سوال می‌برند که نمونه‌های آن را در پیروزی حزب الله در لبنان، اخوان المسلمین در مصر و حماس در فلسطین اشغالی مشاهده کرده ایم. وی گفت رسانه‌های گروهی آمریکا به عنوان ابزار و اهرم فشار دولت آمریکا علیه کشورها عمل می‌کنند. همچنین اردشیر عمانی و خانم رویانیان نیز با اشاره به این که رسانه‌های گروهی آمریکا دخالت مستقیم و غیر مستقیم دولت آمریکا در تحولات ایران را شکل می‌دهند تأکید کردند استقلال رسانه‌ای در این کشور واقعیت ندارد. عجایی بفرمایید. جالب بود. ببینید چه علمای واقعی بودن. ولی چند نکته جالب هست اینه که یکی این که تو بعدی که این آقا رو دستگیر کردن تو این پوشه یه پوشه‌ای دارم مثلا گروه‌های اسم خودشون میزن چپ. چپ و ضد جنگ آمریکا. یه پوشه توش خیلی پوشه قطوری هم تو کامپیوتر با معیار کامپیوتر خیلی قطوره. این گروه هایی که اسم خودشون چپ و مترقی میذارن و برای جمهوری اسلامی کار لابی کردن واقعا یه گندابه. یعنی اینو اغراق نمی کنم. یعنی آدم خجالت میکشه. حالا چپ و اینا هیچی اصلا اسم آدم رو خودشون بذارن. این سال 2008 احمدی نژاد اومده بود نیویورک، تو سپتامبر تو نیویورک یه جلسه گذاشت، گفت این گروه های مثلا ضد جنگ و اینا دعوت کرد، یه سالن بزرگ گرفته بود، فکر کنم یه 300 نفر رفتن رهبرانشون. بعد خیلی از این گروه هم رفتن و اینها بهشون گفته بودن که همون به دفتر نمایندگی نیویورک گفته بود که سوالاتی اگه دارین یا مطلبی که میخوام بگین چون بهتون بلنگو میدیم که جلوی احمد نژاد هر کدوم 2 دقیقه 5 دقیقه اگه سوالی دارین مطلبی دارین بگین. این مطالبی که هر کدوم این گروه ها یه 40-50 گروه که نماینده فرستاده بودن نزدیک 300 نفر میشن، این مطالب خودشون داده بودن، یه مدت این رو زده بودن رو وبسایتاشون بود. من اینو دانلودش کردم گذاشتم تو کامپیوترم، خودشون از خجالت فکر کنم پاک کردن. یعنی واقعا ننگاوره که مثلا طرف بیست جلوی احمد نژاد که ما میدونیم آمریکای امپریالیست میخواد جلوی شما بیسته، شما به خاطر استقلالتون دارید چوب بخورید و روی ما حساب کنید که ما در کنار شماییم. آقا تو خود ببینید یه آدم مثل احمد نژاد بیاد تو آمریکا، یکی که اسم چپ گذاشته بگه که ما در کنار شماییم اله آمریکا، تو اصلا چی داره عجیب غریب. واقعا خیلی ننگاوره. این گنداب به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته، چون لابی جمهوری اسلامی که ایرانی ها توش زیاد نیستن که همینان پرن گروهی که اسم خودشون چپ گذاشتن و ننگاوره. این واقعا جای بحث داره که مورد بررسی قرار بگیره. یه مثال بزنم خدمت تو اینه که همین آقا داشت میگفتش که اینا پول گرفتن و کشور خارجی پشتون، یعنی مردم. یه آقایی بود به نام ریس الریک ایشون کتاب هم نوشته بود در علیه جنگ و اینا، یعنی از این بسیار رهبران گروه ضد جنگ بود. این زمان همون انتخابات ریاست جمهوری قلابی که آقای موسوی کروبی بودن و احمد نژاد بود و بعد تظاهرات جنبش سر رفت ایران به ما ناظر با هم گروه چپ طرفدار احمد نژاد هم بود.
این وقت که شلوغ میشه تو ایران و اینها، مثل که پروازهای مدت چند روزی تعطیل میشه، این آقا هم گیر میکنه برصد یه ماهی مثل که ایران مونده بود. خودش نوشته بود این آقا رهبرانشون، میگفت وقتی من برگشتم و دسترسی کافی پیدا کردم به تمام ایمیل ها، نامه هایی که برام فرستاده بودن، اومدم نشریات رفقای خودم و تو گروه های به اصطلاح ضد جنگ و چپ خوندم، آقا نشون من خجالت کشیدم حرفایی که میزدم. گفتم مردمی که تو خیابونن عاملان مزدوران سازمان سیان، سازمان سیا بهشون پول داده، احمد نژاد یه انقلابی مثل چه میدونم چه گوارا مثل کی حالا جلو اینا ایستاده، و میگو اصلا خجالت کشیدم که اینا رفیقای منن. اینا هم میخوام میگم این گنداب مورد مطالعه قرار نگرفته. اما دفتر نیویورک اینش جالبه، چون امثال اینا پرن، امثال اینا پرن. ببینید این بنیاد علوی، خب یه ساختمون خیلی پول داره تو آمریکا. بنیاد علوی بنیاد پهلوی بود زمان شاه، اموالی داشتن در آمریکا، خب بخش زیادیشو برای دانشگاه خرج میکردن، درآمدشون رو به دانشجویان ایرانی که بورسیه داشتن کمک کردن از این کار. بعد از انقلاب اینو اومدن کردش که بنیاد علوی یه ساختمون بلند یا تو خیابون پنجم نیویورک، یه آسمان خراش عظیمه، فکر کنم 666 که ماله آقای کوشنره، یه 566 آدرس خیلی معروفی هم داره. این رم صاحب شدن. البته وسطای راه سالها پیش اومدن یه وام بزرگی از بانک ملی گرفتن که این ساختمون رو مرمتش بکنن، 40% سهام ساختمون هم دادن به بانک ملی، ولی 60% مال بنیاد علوی. بنیاد علوی وقت که ضبط شد، یعنی رفت سراغش FBI، این ساختمون هم ضبط کردن، معلوم شد که درآمدهایی که اینا داشتن که میلیون ها میلیون در سال بوده، شما فکر کنید یه ساختمونه که میگن بعضی نیم میلیارد ارزش این ساختمونه، یه آسمان خراش تو نیویورک خبونه پنجم. این اجاره و درآمدهایی که داشته کجا خرج میشده؟ به خیلی ها میدادن. اینش مهم، مشخص شد که کسی که تعیین میکرده که این پولو به کی بدن، سفیر جمهوری اسلامی بوده سازمان ملل، یعنی کمال خرازی بوده، خزایی بوده و جواد ظریف بوده. خب تا اونجا که ما میدونیم به کیا میدادن، مثلا میخوام بگم اگه این پول جرمه، اگه عدد آقا 265 زر گرفته، در چند فقره به اون جایی که تو دانشگاه رادگرز آقای امیر احمدی کار میکرد پول دادن، $300,000 نام، چقدر پولای سنگین میداد بنیاد علوی به اینا. خب چرا نرفتن اینا رو در بیارن؟ چرا نرفتن در بیارن؟ من خودم اینو نوشتم، گفت خود من دیدم اون موقع که ایمیل و اینا نبود هنوز، که دهه 90 با چشم خودم دیدم یه فاکس صورت حساب آقای امیر احمدی رفت تو جلسه گشته و تو کنگره با گریسی کوینا یه سری آمریکایی دعوت کرده بودن، پول کیترینگ یعنی پول غذا اینا $12,000 شد. خب موقع خیلی پول بود، یه در وردی 50 نفر $12,000 خوردن. چی خوردن؟ 50,000 $12,000. اینو فرستاده بود کمال خرازی، یعنی سفیر جمهوری اسلامی سازمان ملل، پولش بده. اون از کجا می آورد؟ درآمدهای بنیاد علوی بود. خب اینا رو نمی رفتن دنبالش. ببینید اینا 5-6 تا مسجد حسابی تو همون نیویورک، مدرسه رازی و یه مسجد بزرگ هست، پولش بنیاد علوی داده، زیر نظر دفتر نمایندگی هم کار میکنه. تو واشنگتن دو تا بزرگ دارن، یکی تو مریلند دارن که منساس، تو هوستون یکی از بزرگترین هاست که $2,000,000 اشتباه نکنن فقط پول زمینشو دادن. خب تمام اینا بود، چرا دنبال اینا نرفتن؟ چرا دنبال اینا نمیرن؟ به کیا اینا پول دادن؟ همین آقای هومن مش که نشته جلو، این حضرت آقا تو کار دیسک آهنگ و اینا بود، این کارا میکرد دیگه. این فامیل فکر کنم اشتباه نکنم آقای خاتمی، این بچه شمرون اینا بود. بعد خلاصه میاد سراغش که به عنوان اینکه مترجم ایشون بشه سال 2006 این عکسی هم که هستش از این به اصطلاح همین افراسیابی با خاتمی مال 2006 که اومد بوستون، رئیس جمهور نبود. میگفت اون موقع من رفتم با ایشون دوست شدم و یه سری کارهایی که ایشون این برنامه میرفته برش ترجمه کردم، از من خوششون اومد. احمد نژاد گفت مترجم منم میشه؟ گفتم آره، رفتم مترجم شدم. خب اولا کی به شما پول داد؟
چجوری پول گرفتی؟ خب اینا رو چرا نمیرن دنبالش؟ مهمتر از همه بعد که ظریف اومد ایشون کارش رفت بالا، دو سه تا کتاب اینجا چاپ شد، شرط تحلیلگر، یه آدمی که اصلا تو سیاست نبود. انقدر هم اینجا فساد زیاده، این آقا رو اردن توی مؤسسه درست حسابی آمریکایی که کتابش معرفی کنه، یه کتاب بی خود در مورد ایران که همش تهمت میزنن به ایران، ایران هم همه حرفی که همه میزنن بهشون. من دیدم اون آقایی که معرفی میکرد خودش آدم حسابی بود، ولی گفتم ببین برای پول آدما به کجا میرسن. داشت معرفی میکرد گفتش که ما در واشنگتن حرف زیاد میشنویم، ولی از یک زبان جدید، یک فرش ایر، یه هوای تازه بذاریم به واشنگتن بیاد. یعنی هوای تازه این هومن مجده که تو کار دیسک و آهنگ بوده، حالا شده تحلیلگر سیاسی، کتاب نوشته. آقا رو برد. حرف من اینه، موقعی که روحانی و ظریف اومدن شد وزیر خارجه و نامدن، این آقا برای اینا مصاحبه جور میکرد با ام بی سی یا ای بی سی، هومن مجد کار میکرد، شده کارگزار مطبوعاتی اینا. حتی تو مذاکرات برجام هست فیلم و عکس هومن مجد اون بالا تو بالکن داره هروکر میکنه، میخنده با جواد ظریف. خب چه سراغ اینا نمیرن؟ چرا بنابراین این دفتر حفاظت، ما دفتر نمایندگی و به اصطلاح بنیاد علوی میگیم، حالا بنیاد علوی جالب اینه که دادگاه گفته برش گردونیم به خودشون، هیچ کاری نکرده، جرمی نکرده، بماند. اما پرن اینا، یکی دوتا که نیستن. و سوال اینجاست که وقتی که برای آدم واقعا بیمایهی مثل افراسیابی که سالی 4 تا 5 تا مقاله مینوشت و 4 تا تلویزیون میرفته، حرفایی که همه میشنه، حرف جدیدی نمیدونه ایشون، که چه میدونم یک متفکر جدید که نبوده که، 265,000 دلارشون فقط از دفتر نمایندگی گرفته. حالا جاهای دیگه اگه چی گرفته که ما خبر نداریم. ببینید چه پولی خرج میکنه جمهوری اسلامی، ببینید چقدر مهمه این مسئله، تاثیرگذاری رو افکار عمومی و جفسازی و دروغگویی در آمریکا، چه منبع درآمد خوبیه، چه پولی خرج میکنه جمهوری اسلامی. پس اینکه ما هم بریم مقابله بکنیم چقدر مهمه. بعد میگه آقا مهم نیست، چه اثری داره؟ خب داره دیگه، اثرش همینه که اگه نداره جمهوری اسلامی نمیره به پولا رو خرج کنه. ولی واقعش اینه که مطالب زیادی هست. من امیدوارم که این کاری که کردن با این دولت جدید آقای بایدن متوقف نشه. و نکته پایانم بگم، طولانی شد، ببخشید که طولانی شد. نکته پایان اینه که این رفت و آمدهایی که این سلطلبه و این آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی دارن، همین گروهایی که به اسم ضد جنگ بود زمان احمد نژاد، 300-400 دفعه رهبران اینا رو می‌بردن ایران، رو می‌آوردن. همین تا پارسال این کنفرانس افق نو آمریکایی‌ها رو می‌آوردن. آمریکا یه ضربه خورد، ضربه اطلاعاتی امنیتی خورد دست جمهوری اسلامی که من اون گزارش رو درست کردم با هم دیدیم، فهمید که این رفت آمده و این حرفایی که می‌زنن فقط حرف سیاسیه، اینجوری نیست تو این تلویزیون و کنفرانس، مسئله امنیتی مطرحه. به چه معنا؟ اگه یادشون باشه هموطنان، این یه خانم آمریکایی سیاپوسی هست به نام، که اسم خوش گشته، مرضیه هاشمی، تو پرس تیوی تلویزیون جمهوری اسلامی کار میکنه. این پارسال که اومد آمریکا دستگیرش کردن، نایاک بیانیه داد، همه ریختن وسط که این خبرنگار چرا دستگیر کردید فلان بماند. آقا خانم رو بردن دادگاه، شهادت داد، بعد 20 روز رهاش کردن برگردید. داستان این بود که این گروه های همین صلح طلب و ضد جنگ و اینایی که این جمهوری اسلامی امثال افراسیابی و نایار با اینا رابطه دارن که میبردن ایران، این خانم مرضیه هاشمی یکی از اون آمریکایی‌ها رو که جذب کرده بودن به نام مونیکا ویت رو در تهران یارگیری میکنه. برده بودن که بله کنفرانس گشتیم در مورد سیاست های آمریکا و فلان، ایشون هم منتقده بیاد، این خانم رو جذب کرده بودن برده بودن اونجا یارگیریش میکنه. بعد برای اینکه ادامه بده، این خانم مرضیه هاشمی میاد اینجا فکرم 2012 که ما میخوام یه فیلم هم درست کنیم و یه پولی هم به این خانم مونیکا ویت میدن تو آمریکا، استخدامش میکنن. بعد میمنش ایران، ایشون افسر اطلاعاتی نیرو هوایی بوده قبلا، میره اونجا. خب اینا گارد آمریکا باز، آ این رفت آمدا 4 تا سلطه طلب اونم چی میبرن اونجا. این خانم
میشه سپاه کامپیوتر با مسئولین سایبری سپاه پاسداران. ایمیل میفرستاده به همکارای سابقش تو وزارت دفاع و نیروی هوایی، اونا که تو کار اطلاعاتی بودن. خب اونا به ایمیل مثلا جواب میدادن، تمام سیستما رو هک کرده بودن، یعنی با کمک این خانم وارد سیستما میشن، اطلاعات گرانبهای میگیرن. یه ضربه اطلاعاتی و امنیتی شدیدی به آمریکا بود. خب آمریکا به اعتقاد من هوشیار شده، میفهمه که آقا این دکانهای ضد جنگ و اینا فقط به این محدود نیست، گرچه برای ما ایرانی ها مهمه این تبلیغات رو جلوش بگیریم، برای آمریکا ارزش امنیتی داره. اینا پس فردا ممکنه از این شبکه‌هایی که درست کنم، من کسی که آدم مشخصی رو متهم نمی‌کنم، ولی وقتی سپاه پاسداران میاد از این رفت آمدها برای کار اطلاعاتی امنیتیش یادگیری میکنه، خب معلومه برای کار دیگه‌اش هم چه بسا تروریستیش میتونه یادگیری بکنه. بنابراین شناسایی این شبکه‌ها و مقابله با اونها برای ما ایرانی‌ها یه اهمیت داره، برای آمریکا اهمیت‌های امنیتی و اطلاعاتی مهمی هم داره. و من امیدوارم که میگم این احساس میکنم که یه تحولی شده در آمریکا، خطرات جمهوری اسلامی رو در همه زمینه ها بهتر دارن درک میکنن. تشکر آیدایی از توضیحاتتون. آجایی عزیز، بنابراین یه نفر میتونه مزدور جمهوری اسلامی باشه، لژیونرش باشه، اوگیرش باشه، پادوش باشه، ولی باید بین خودش معرفی کنه. یعنی آمریکایی‌ها باید بدونن که این نوکر مزدور جمهوری اسلامی، استاد دانشگاه من، ولی نوکر جمهوری اسلامی است و برای جمهوری اسلامی کار میکنه. اما اگه خودش معرفی نکنه خلاف قانونه، همینه دیگه نیست. ببینید اگه هر کی برای هر دولتی نره ثبت بکنه و کار بکنه، این یه جرمه. این یه قسمت اولی 100% میدونم. اما قسمت دوم سوالتون که آیا میتونه کسی قانونم بره ثبت نام کنه برای جمهوری اسلامی کار کنه، این نمیدونم، چون رابطه ندارن. یک کشوری که دولتی عوض میخوام که تروریستی شناخته شده، آیا میتونه؟ چون کسی تا الان نرفته نمیدونه، هیچ کم نمیدونه، هیچ جام ننوشته که نمیشه. اگه بره احتمالا گریبانش هم میگیرم، یعنی به یه عامل جمهوری اسلامی هم گرفتیم مثلا. چون ببینی اونایی که تو دفتر نمایندگی کار میکنن، اینا در کادر دیپلماتیک کار میکنن، اونایی که تو دفتر حفاظت تو واشنگتن کار میکنن، باز هم اونا تو کادر سفارت پاکستان و اینا تو دفتر حفاظت یه مأموریت کاملا مشخصی دارن، تعریف شده است، حقوقی که میگیرن و اینا همه کاملا مشخص. نمیتونه یه آدمی که به عنوان آکادمیسیان اینجا داره میگرده برای خودشو به نفع جمهوری اسلامی کار میکنه، بره اونام پول بگیره، نمیشه. بنابراین کسی تا به حال نرفته به عنوان عامل جمهوری اسلامی ثبت نام بکنه. نمیدونم از نظر قانونی پاسخ به شما که آیا میشه بره که ثبت نام بکنه برای اونا کار بکنه. اگه بره بکنه، اول خود ایرانی ها گریبانشو میگیرن. منظورم این نیست که بریزن سرش، نه، از نظر قانونی که آقا یعنی اینقدر بدنامش میکنن که دیگه نتونه کار بکنه. بعد همین که شما وقتی ببینید وقتی شما یکی بگه من عامل جمهوری اسلامی ام، میخواد بره کجا کار کنه؟ بره تو رسانه ها که کسی دیگه باش مصاحبه نمیکنه، میگن عالم جمهوری اسلامی. علنی نمیتونه بگه، خیلی هم میدونن که این دوست جمهوری اسلامی باش هم رابطه داره، ولی علنی یکی بره ثبت نام بکنه اصلا کاری نمیتونه پیش ببره. انقدر بعد جمهوری اسلامی تصویر ازش که نمیتونه کاری پیش ببره. آجایی اشاره کردید به پولی که ایشون گرفته از دفتر نمایندگی 265,000، ولی که مزنه دستون بیاد این پول رو بابت مثلا یک سال کار گرفته، بابت یک پروژه گرفته، بابت کاری که برای جمهوری اسلامی انجام داده گرفته. خب بدونم یه مزنه اگه بیاد جالبه ببینیم به بقیه چند میدن حدودا. بفرمایید. واقعا نمیدونم من. خب این ماهیانه که نمیگرفته احتمالا، هر چند وقتی با که کاری میکرده یه پولی بهش میداده. خب پول خرج مانه این تروریست هایی که این ستا ایرانی که توی بلژیک الان محاکمشونه در رابطه با اون اسدی، نه خود اون دیپلمات تروریست اسدی، اون ستایی که برای این بابا کار میکنه، اینا دیگه چجور آدم هایی هن که میرفتن برای اون کار میکردن، پول میگرفتن که برن یه جا بمب بذارن یه در بکشن. ببینید چه آدم هایی پیدا میشن برای پول، صدها هزار یورو برای چه؟ که چی مثلا قبل از این که بخواین کار تروریستی بکنن مثلا چه اطلاعاتی میدادن؟ واقعا آدم تعجب میکنه. ولی معلومه چی پولای خرج میکنه جمهوری اسلامی. بعد همین میگه خب پولای مملکت کجاست؟ همین جاهاست دیگه. آیدایی این زن و شوهری که در
اروپا گرفتن که میخواد قرار بود در بلژیک دست به عملیات تروریستی بزنن علیه مجاهدین، واقعا اینا فقط $10,000 گرفتن که دست به یک همچین جنایتی بزنن، شماری از هموطنان رو خودشونو بکشن؟ رقمش خیلی پایین بود. نه نه اینا خیلی، اون بمبی که اون دوتا اون اصلی ها، اون خانمه و آقای اسمیان هم رفته، این دوتا اسدی بله؟ اسدی نه، خود اسدی که دیپلماته بوده، بس خب. سه نفر ایرانی رو استخدام کرده برای خودش، یه آقای زن و شوهری بودن که اول اونا رو دستگیر میکنن، بعد یه آقای دیگه بنام شاعر، مثلا اسم خوشگوش شاعر، اون شاعر پول کمتری گرفته، اون دوتا رقمهای بالای 3000 تا بوده، نه خیر خب پول میگرفتن قبلش، حالا چه اطلاعاتی میدادن، برن دو جا عکس بندازن و دوتا چی، یعنی واقعا جمهوری اسلامی ببینید چی پولای خرج کرده، پول خوبی میگیرد، یعنی تو این معیارهای 10000 تا اینا نبوده، خوب از این مقدار که بالای 3000 یورو اینا بوده. اون آقازاده که میفهمه شاعر، اون چند گرفته بوده؟ کی؟ اون شاعری که میفرمایی یادم نیست چقدر گرفته، اون کمتر بوده، اون مثل که تر قیمتش ارزونتر بوده، ولی واقعا خب، ولی ببینید واقعش اینه که حالا هفته دیگه روز جهانی یاد بود، میخواد برگردیم من این نکته رو بعدش برگشتیم از آگهی بگم خدمتتون. حتما حتما. یکی اینه، یکی هم میخوام دقیقا بدونم که اتهام کاوه افراسیابی چی بوده، این که برای جمهوری اسلامی لابیگری میکرده به طور غیر قانونی، یا اینکه جاسوسی کرده؟ خب اینم دقیقاً چه اتهامی آمریکایی‌ها به او وارد کردن که منجر به دستگیری شده؟ با آقای دایی عزیز هستیم، موضوع خیلی خیلی مهم میسمیانانم، اولین بار یک نفر به عنوان دلال جمهوری اسلامی در ایالات متحده آمریکا به دستور دستگاه قضا دستگیر میشه و الان در بازداشت. خب برای من به میگیریم همیانانم، با تحلیلگر برجسته آقای دایی عزیز هستیم همیانانم، دایی تجربه داره در درگیری حقوقی با گروه های لابیینگ جمهوری اسلامی، خوشبختانه و از دادگاه سربلند بیرون آمد، علاوه بر همه اتهاماتی که متوجه کرده بودم، جوجه هایی که کرده بودم، ولی اسناد و مدارک رو شد و تازه ما متوجه شدیم که در اون پس و پشت داره چه میگذرشون، اینها اغلب عنوان نهادهایی خودشون معرفی میکردن که دلسوز جامعه ایرانی هستن، نماینده ایرانیان مقیم ایالات متحده آمریکا هستن، از منافع اونا حمایت پشتیبانی میکنن، ناگاه پرده ها پس رفتن، ایرانی ها متوجه شدن که چه کولایی داره بر سرشون میره، چه کسانی با من روشنفکر و متفکر و دانشگاهی اینها دارن مزدوری میکنن، پول خون میگیرن، پول از بابت سکوتی که در قبال ظلم و ستم به هموطنانشون، سکوتی که مرتکب میشن، خیلی هستن. من دانش آموخته رشته علوم سیاسی در آمریکا میشناسم که توی دانشگاه اما حاضر نیست صحبت سیاسی بکنه، رفته رشته علوم سیاسی خونه، یا ادیب و منتقد خیلی 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 معروفی که اسم جمهوری اسلامی میاد جنت بسم الله فرار میکنه، بعد معلوم میشه به خاطر کرسی زبان فارسی دانشگاه بوده، کمک های مالی که بهشون میشده، چون ناچار شده که لفت فرو ببنده، دیگه هیچی را باره مردم ایران و مملکتش صحبت نکنه، اصلا سکوت، سکوت مرگبار. من نمیدونم اینا چطور زندگی میکنن، چطور مگه میشه بدون وجدان، بدون شرف، بدون ذره احساسات انسانی و این زندگی جهنمی ادامه داد؟ به نظرم هیچ معنی نداره. یادم این آقای هومن مجده، بله آقای، بله آقا، مترجم احمدی نژاد، این همین نیست که ایشون رو که ما توی بعد احمد نژاد بعد کارگزار ظریف و اینا شد، بعد برای شروع کارشناس تو جلسات نایاک بیا برو تو جا کتاب نوشت، زودم یه کتاب می نویسن چاپ میکنن فکر کنن تحفه است، همون حرفا رو هم داره، یکی دیگه جوری که برایش میشه همون حرفا،
به جمهوری اسلامی ظلم شده، کسی اینا رو خوب درک نکرده، این کاری هم که میکنن به خاطر اینه که بهشون فشار زیاد میاد از آمریکا، میترسن، حقشون رو تو منطقه ندادن، مردم ایران با رژیم اختلاف زیاد دارن ولی در مقابل آمریکا همه یه پارچن، از برنامه هسته‌ای دفاع میکنن، همه حرفا رو شما بیان هزار جور بچرخون میشه همونا. این کتاب می نویسه، موسویان کتاب می نویسه، اون یکی کتاب می نویسه، افراسیابی مصاحبه میکنه، پول می گیرن، هی می چرخونن. ولی نقش اینا همونطور که شما اشاره فرمودید، آخه آدم به یه حکومت جنایتکاری مثل اینا که این بلا رو در سر مردم ایران و منطقه داره میاره، بعد شما بیاین از این دفاع کنین، اسم خودتون بزنین اینجا که میاد چپ و مترقی از جنایات آمریکا صحبت کنین. آقا شو ایرانی اول بیاد ایران بگو چجوری شما میشه که شما وقتی که به رفتار این حکومت عربستان میرسه، بله قابل انتقاده، ولی تا به اونجا میرسه جلو بینیتون رو میگیرین، ولی به جمهوری اسلامی میگیرین پول میگیرین، این چجوریه؟ اون یکی بدبو، این خوشبو؟ واقعش اصلا ما این آدم ها رو فکر کنیم فکل کرواتی هن، اسم اکادمیک میشه خوششون میذارن، اصلا میخوام آدم حسابی هن. نه، اینا در حد همون شکنجه‌گرا و همون جانیا و مفخورای داخلن که مردم به سلا بکشیدن. اینا کار این حکومت دروغگویه. میگم حالا هفته دیگه امیدوارم بیشتر صحبت بکنیم، هفته دیگه روز جهانی یادبود هولوکاسته، چون روزیه که فکر کنم آشویتس و متفقین آمریکا آزاد کرد و اون صحنه‌های وحشتناک بودن، روز یادبود این جنایت عظیم هولوکاسته که به یاد قربانیان هولوکاست. و داشتم پرونده هایی که یه بخش زیادی مال همینو دارم، کارهای یهود ستیزانه که جمهوری اسلامی میکنه و جنایت میکنه، باورتون نمیشه آقای میبودی. از یعنی خود من اولین بارهایی که میدیدم اصلا تعجب میکردم، ولی به این هموطنانم میگیم باور نمیکنم. باورت اولا کتاب هیتلر رو در ایران چاپ کردن، اما حال سالیان بماند، یه چیزهایی شروع کردن تحت نام نقد کتاب نبردمن هیتلر که خب نما داریم نقد میکنیم، 70-80% حرفای خود هیتلره، میونه 20%، از اون 20% 19% تایید حرفای هیتلره، 1% هم یه جایی که خب مثلا بهتر بود این کار رو نمیکرد، مثلا که بله حرفای که هیتلر در مورد یهودی ها میزه همه درست بود، ولی بهتر بود که اینا رو همه رو نمیکشت، که آتو بده دست اونا. دیروز یه چیزی پیدا کردم رو توییتر که همین در مورد حرفهای افشاگری آدولف در مورد یهودیان، که اصلا جنگ جهانی و یهودی ها رو انداختن، صهیونیست ها رو انداختن، بعد هیتلر انقدر جهانی، این حرفاش ها، حالا هفته دیگه امیدوارم اینو بزنم ببینیم، اینقدر جنایت نکرده، اینا اومدن ازش چهره خوناشام درست کردن. یعنی جمهوری اسلامی کارش اینه که هر جانی یه جا پیدا شه، هولوکاست که دروغ بوده، هولوکاست چیه؟ دروغ بوده. هیتلر هم که جنایتی نکرده که اینو یهودی ها بهش نسبت دادن که بعد بیان از این جنایتی که خودشو علکی ساختن و دروغ هولوکاست برن اسرائیل رو درست کنن. بماند این کاری که این امثال افراسیابی و هومن مجدی نمیکنن چیه؟ همون کاری که جمهوری اسلامی برای هیتلر داره میکنه، همونه، اون روی اون سکه است. اونا میکشن. مگه آدمایی که اومدن میگن قاسم سلیمانی سردار عارفه، رستم زمانه، چیکار کردن؟ خودشون دیدیم با هم فیلمو، میگن آقا ما موقعی رفتیم توی سوریه داعشی در کار نبود که مردم سوریه مسالمت‌آمیز قیام کرده بودن، اینا رفتن مردم رو کشتن اونجا. بعد کسی که میاد این جانی رو، این جنایتکار بزرگراه بشریت رو، این تروریست رو میاد توی تلویزیون مثل بی بی سی میشینه میگه این سردار عارفه. من میخوام اینم فرقش با اون روزنامه جمهوری اسلامی و کیهان و نم چیچی که وابسته به سپاه پاسداران میاد میگه هیتلر آدم بدی نبوده، فرقشون چیه؟ برای ما تازه این یکی بدتره که چوب شما داریم الان میخوریم، سفرمون خالی میشه، به نام ما جنایت میکنن، هزار چی چوب شما اینا میان تبلیغات میکنن. ولی در مورد با سوالتون طولانی شد ببخشید،
در تو با سوالتون که فرمودید، نه اینو به جای جاسوسی نگرفتن، گفتن چرا فارا، فارن ایجنت رجیستریشن اکت رو نرفته ثبت بکنه. این کار لابی کرد، میرفته با نمایندای مجلس آمریکا. چون ببینید لابی تعریفش یعنی این، ما یه لابی داریم یه ادوکیسی، لابی و ادوکیسی درجه داره. لابی تعریفش یعنی ایشون نیست الان شما برید این آقایون مجلسه، اون منو اون آقای افراسیابیه سی جان، آقای افراسیاب عکس آقا. بله اون افراسیابی که گرفتن به جرم لابی و اون کارهای دیگه که میکرده، مصاحبه و اینا، یعنی ادوکیسی. ببینید لابی هم طبق قانون یعنی که شما برید با یه قانونگذار، نماینده کنگره اینا و سیاستمدار در رابطه با یه قانونی که میخواد بگذره، یه سیاستی که بگذره، برید باهاش صحبت بکنید، در مورد سیاستی که میخواد تصویب بشه برید تاثیر بذارید مستقیم در رابطه با اونها روی یک قانون یا یک سیاست. این میشه لابی. از اون لحظه که طرف از دفترش بره سوار تاکسی بشه، اون قلمی که برداره بنویسه اون مطلبی که میخواد بره دست نماینده مجلس، اینا همه جزء لابی حساب میشه. همه اینا رو باید بره گزارش کنه. یه $2 هم اگه پول تلفن هم میده باید بره بگه. این میشه لابی. ادوکسی که اونم خودش جرم اگه کسی نگه اینه که شما میرید مقاله مینویسید، افکار عمومی و اینا، این از این طریق از یه سیاست های خاصی دفاع میکنید، ولی دارید به نفع یه حکومت دیگه کار میکنید، دانستی دارید بر... این هم میشه ادوکسی. توی فرم مثلا نایاک، توی فرم سالیانش که تقلب کرده بود، هیچ کس هم نمید گریبانش بگیره، این می نوشت ازش سوال میکنن، از اینا کسایی که مالیات نمیدن یعنی غیر انتفاعی، سازمان غیر انتفاعی سوال میکنه آیا شما در سال گذشته لابی کردید؟ اگه بگید لابی میگه چقدر؟ گزارش دقیق باید بدی، چند ساعت از چند نفر، چند ساعت کار کردن، چقدر هزینه داشت، همین رو باید بگی. ادوکسی کردی اونم باید بگی. نایاک میگفت صفر صفر. کی؟ تا سال 2009، تا نوامبر سال 2009 لابی میکردم، گفتن لابی نکردیم. نوامبر 2009 واشنگتن تایمز تصمیم گرفت که اسناد اینا رو چاپ بکنه. خب یه بخشش مربوط به لابی بود که اینا میکردن. جالب اینه که موقعی که خبرنگار، خب اینا رسمشون اینه، تماس میگیرن با نایاک که آقا ما میخوام راجع به سازمان شما مقاله بنویسید، شما اگه انتقاد دارید بگید. از اون لحظه‌ای که اونا تصمیم گرفتن که بسات چاپ بکنن تا موقعی که چاپ شد مقاله یه ماه بود. سه بار دادگاه رفتن اینا به صورت امرجنسی، یعنی اضطراری، که جلوی مقاله رو بگیره. نتونستن. قاضی گفت بریم پکارتون. چرا نه؟ گفتن این اسناد ماست، نه چاپ بکنید. ولی جالب اینه که تا فهمیدن، اینش مهمه، تا فهمیدن که میخواد چاپ بکنه، بلافاصله ایمیل داریم ما از نایاک و تیتا پارسی به حسابدارشون که آقا ما میخوایم این بیلان سالیانه ای که مال مالیاتمون بوده پارسال سه ماه پیش فرستادیم رفته توش نوشته بودیم لابی صفر، اینو عوض کنیم، بنویسیم لابی میکردیم، تغییرش بدیم. و کردن این کارو. یعنی این تا اون موقع تقلب میکردن، دسته که میخواستن گریبانه رو بگرفتن بدون گریبانش میگرفتن، میگفتن شما به طور مشخص از اول 2006 تا آخر 2009 که اینا بوده هیچ جا گزارش ندیدیم. و جالبتر از اینه، وقتی ما چیزها رو گرفتیم اینا، دادگاه به ما اجازه داد که ما این تلفن‌ها بلکبری بوده ما داشتن، تلفن‌ها اینا و کامپیوتر اینا رو بگیریم که ببینیم چیزی که پاک کردن در یه رابطه خاصی رو، نه هر چیزی رو در بیاریم، که کلی پول اون شد، فکر کنم $300,000 ما پول اون رو دادیم به اون لابراتوار که اینا رو بکشی بیرون. اونجا متوجه شدیم که بعد از اینکه بعد از همون نوامبر 2009 که اینا میخواستن این مالیاتشون رو رفع و رجوع کنن و به اصطلاح تقلبشون رو بپوشونن، شروع کرده بودن به کارمنداشون که یکی یکی شما بیاین چی درست کنین، صورت حساب درست کنین، که بگی مثلا کی ما الان تو نوامبریم دیگه ها، تو نوامبر گفته بودن بشینین از ژانویه تا به حال پارسالتون یا کیتون رو بگید آره من 3 ساعت رفتم لابی کردم، 4 ساعت این کارو کردم، یعنی تمام اون بهش میگن تایم شیت، یعنی اون چقدر نظر زمانی کار کردین و بعدن شروع کردن برای گذشته درست کردن که بپوشونن. ولی هر آدمی اگه میخواستن گریبان نایاکو بگیرن لااقلش باید اون
غیر انتفاعی اینا رو میبرسن. نبرسن. حتی یه ایمیل بود که واشنگتن تان اول همه چاپ کرد، یکی از مسئولین اصلی اینا که لابی میکرد به تریتا نشته بود که تریتا با قوانین مربوط به لابی بدون تردید ما این قوانین رو نقض کردیم، خودش نشته بود. یعنی میخوام بگم دیگه از این واضح تر نبود که اینا نقض قوانین میکردن. حالا نقض قوانین فارا رو نقض میکردن، یکی دیگه به نام لوگن اکت اون رو نقض میکردن، در مورد لابی که میکردن و گزارش به ما شما پول مالیات دهنده ها رو خوردی دیگه، رفتی لابی کردی، حق نداری. اینجا کلیسا هم حق نداره بره لابی کنه، بره با که دیدم. یعنی وقتی شما غیر انتفاعی هستی از شما مالیات نمیگیرن. یه وقتی $10,000 میری از یه آقای پول میگیری برای کمک، دیگه برای اون $10,000 مالیات نمیدی. اون مالیات که نمیدی مال کیه؟ مال مردمه. در مقابلش نباید بری لابی بکنی، نباید بری لابی بکنی. نه میافتن میکنم این یعنی پول مردم خوردن. هیچی تو آمریکا $1 آل کاپون با اون عظمتش رو به خاطر جنایتاش نکردن زندان، به خاطر نقض قوانین مالیاتی، تقلب مالیاتی فرستادن زندان. ولی خب دیگه این که کاملا این مشخصه بود. حتی ما حسابدار نایاک رو، همون بابایی که رفت بود بعد اینا رو درست کرده بود، و اینو آوردیم ازش شهادت گرفتیم. تو شهادتش میگه، میگه آره بعد نوامبر اومدن سراغ منو گفتن اینو درست کن، مال گذشته به من دادن و همه اینا رو کردن. خب این دیگه از این واضح‌تر نبود. حالا این آقا احتمالاً چیزای دیگه هم میکشن ازش بیرون، تعلق مالیات اینا، اینا دیگه کوچیکش که اینا میکنن. اینا یه حسار امن حس میکردن که بابا ما از دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی پول میگرفتیم میرفتیم اینجا، حالا لابی هم میکردیم، کسی هم با ما کاری نداره. من امیدوارم این دستگیری افراسیابی هم آغازی باشه، هم یه هشداری برای اینا که لااقل یه مقدارشون رو کمتر بکنن به نفع ما. سر هرچقدر ما مانع اونا بشیم خوبه، هرچقدر خودشون بترسن کار نکنن بازم خوبه. بنابراین امیدوارم که این ادامه پیدا بکنه و اثرات مثبتی داشته باشه. من مثبت میبینم، خیلی مثبت میبینم. حالا به خاطر دولت آقای ترامپ بوده دستش درد نکنه، به خاطر هر کی بوده، هر طرف هر کی بوده دستش درد نکنه، کار خیلی خوبیه. تشکر آقای دایی عزیز. این ایرانیان آمریکایی، آمریکاییان ایرانی که به دو تابعیت که رفتن به ایران اینا رو دستگیر کردن و به انواع حیل اینا رو به ایران دعوت میکنن، وقتی اونجا وارد میشن شخصیت های خیلی بارز اینا رو دستگیر میکنن به زندان میدازن، الان شماری از اونها در زندان هستن. فکر میکنید تاثیر داشته باشه در این مناسبات جمهوری اسلامی و دولت آقای بایدن؟ یعنی اینها فشار بذارن پشت جمهوری؟ بله، عرض کنم که جالب اینه که حتی این دسته آدمایی که خوش میزن تحلیلگر و طرفدار جمهوری اسلامی این طرف اون طرف، خود اونا میگن، میگن این دستگیری برای جوری جنسه. جمهوری اسلامی خواسته تعداد گروگان ها رو ببره بالا، چون زمان برجام هم اینجوری بود دیگه، یه در دادن یه در گرفتن، مبادله میکنن. اینا میخوان یه سری از آدمایی که اینجا دستگیر شدن برای نقض خرید تسلیحاتی، خرید هسته‌ای اینا پولام گرفتن یا از اروپا در حال استرداد هستن، اینا رو میخوام پس بگیرن. خب بعد جنسشون جور باشه دیگه، مثلا الان 5 تا گروگان دارن کمه، میخوام 5 تا جنس رو زیادترش کنن، بکنش 8 تا. این کار جمهوری اسلامی دیگه. حالا اصلا جمهوری اسلامی کارش باجگیریه، یکی آدم میگیره کشتی کره‌ای رو میتونه گروگان بگیره و باجگیری هسته‌ای میکنه، باجگیری منطقه‌ای. حالا یادم رفت این حالا صحبت کشتی شد، همین پریروز یک کشتی ایرانی رو در دریای سرخ داشته نفت مجانی دوباره میبرده برای سوریه گرفتن. یعنی ما اون دفعه که صحبت کردیم صحبت این بود که تا الان، یعنی سال گذشته لااقل، اون که تنکر ترکه و خیلی دیگه گذاشتن، یه چیزی حدود بین مثلا صحبت ها بین 5 تا 7 میلیون بشکه نفت مجانی به اینا دادن، درست؟ میشه $200 میلیون. این جدیده اول سال نور هم شروع کردن. خب حیفه که آخه اونجا کم بوده، اگه نگاه کنن هموطن هم میبینن کم بوده بنزین تو سوریه، هر تو حلب و اینا صف ماشینا صف داشته. جمهوری اسلامی گفته او شما مشکل داری، همین الان ما برای نفت رو میفرستیم، نفت رو فرستاده که پالایشگاه بکنم، بنزین سریع بدم به مردم سوریه، ببینید چجوری اقدام میکنه. این رو گرفتن. حالا صحبت از کشتی شد، این هم یادم اومد. روش های عجیبی داری. مثلا شما اگه میری روی
شبکه های اجتماعی یه برنامه بذارید، مثلا بذارید روی یوتیوب اصلا یا شبکه های اجتماعی یه پست درست بکنید، شما دو کلمه از جمهوری اسلامی تعریف بکنید، ببینید در فاصله 24 ساعت تعداد فالوورهای شما رفت و 20,000 رفت و. یک ذره نظرتون عوض بکنید بلافاصله 20,000 تا برمیگردن، نشون میده که جمهوری اسلامی در چه زمینه هایی چه برنامه ریزی هایی میکنه و چقدر حاضره که بابت این برنامه ریزی ها هزینه بکنه. من روزی که به دردم کاش اینا این سرمایه گذاری کردن در جهت جلب قلوب مردم میکنن، در جهت رفاه مردم، قطعا و حتما امروز سرنوشت بهتری داشتن. دعای مردم ها پشت سرشون بود، درست برعکس شد. یعنی میزان نفرت و انزجاری که مردم الان نسبت به حکومت دارن اصلا غیر قابل وصفه. کافی زنگ بزنید با ایران صحبت با هر کس دلتون میخواد، غنی، ثروتمند، فرقی نمیکنه. وقتی یه آدم ثروتمندی که کارخونه داره بهش صحبت میکنید، فرزندانش، خودش، از گرانی صحبت میکنه، گرانی یک کارخانه دار دیوای به حال مردم عادی، مردم کف خیابون اینا چی میکشن، حتی پول خرید نون ندارن، نون قسطی باید بخورن، و یه عده‌ای در خارج از آمریکا دارن نون خون میبلن. و واقعا عجیبه مردم ایران بابت همه مظالمی که تحمل شدن، ستمهایی که بر اونها رفته، از همه بدتر این گروه هایی که زندگیشون رو، سرنوشتشون رو، درس و تحصیلات همه رو مدیون مردم ایران هست، مدیون اون مملکت. اما در دوره‌ای که مردم به حمایت و پشتیبانی اونها نیاز داشتند، اونها دشمن رو انتخاب کردن، پشت سر دشمن نیستن. آقای دایی اشاره کردید دو سه نوبت به شخصیت هایی که به نام چپ از جمهوری اسلامی و مظالم و ستم ها و شکنجه ها و کشتارهاش حمایت و پشتیبانی می کنند، همینطور در مناسبات بین المللی از عملیات تروریستی جمهوری اسلامی. همینطور که اشاره کردید الان اغلب کسانی که توی تصویرها می بینیم اینا به گروه های چپ تعلق داشته. گروه راست که هرگز من ندیدم از گروه راست، از طیف راست اصلا اونا واردی مقولات نمیشن و این چپ ها هستن. شاید مثلا هم گروه هایی که خودشون به عنوان صلح طلب معرفی میکنن و میدونیم صلح طلب یک میراث های چپ و اینا متاسفانه دارن از این سو استفاده میکنن. چپ خیلی به بشریت خدمت کرد. چپ اگر نبود اصلا این نظام های دموکراتیک شکل پیدا نمی کردن، شکل پیدا. بنابراین پاره از هموطنان ما هستن که از مفهوم چپ دارن سوء استفاده می کنن برای اینکه نیات پلید خودشون رو یا منافع خودشون رو به شکلی تامین بکنن، حالا در قالب دفاع از صلح جهانی، در قالب مبارزه علیه جنگ، در قالب ضدیت با امپریالیسم. جالبه میگم ما ضد آمریکا هستیم در نتیجه از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، ما ضد آمریکا هستیم از خاندان کاسترو حمایت میکنن، ما ضد آمریکا هستیم از ونزوئلا، از آقای مادورو، ما ضد آمریکا هستیم از نیکاراگوئه، آقای یکی از فاسدترین ها در میان خاندان یا اولیگارشی قدرت در آمریکای جنوبی همین خانداده آقای اورتگاست. از خودش و خانوادهش و اینا نگاه کنید به پرونده اینها، از اونها حمایت میکنه، بابا بلا بگذار میکنه، آقای لوکاشنکو، آقای پوتین، آقای کیم یونگ اون، بابا آقای دایی شاید مثلا سرشناس داریم که ایرانی ها بشناسن، آقای فرخ نگهدار، رهبر حزب، رهبر فدایان اکثریت، یکی از حامیان پرپاقرص جمهوری اسلامی، سپاه، هر کاری جمهوری اسلامی کنه مورد تایید این هاست. آقای دایی در این زمینه نظرتون چه؟ الان چند نفری که شما معرفی کردید ما تصویراشون دیدیم همه اینا به جنای چپ تعلق داشتن، چی شده که ما اجازه میدیم یا گروه های چپ، چپ واقعی، سوسیالیست ها اجازه میدن که اینا از چنین مواضعی سوء استفاده بکنن و خودشون به نام چپ معرفی کنن؟ بفرمایید. واقعش اینه که مسئله مهمیه.
چون به هر صورت ایده های چپگرایانه یا اسمشو میذارن اینجا ترقی خواهانه، خب برای هر جامعه لازمه یه سری از این ایده ها، اگه نبود که خب سرمایه داری پدر مردم رو در می آورد، باید باشه. ولی وقتی به سیاست خارجی میرسه یه جای کار میلنگه، برای اینکه اینها اصل رو از دشمنی با سیاست خارجی آمریکا شروع میکنن، میگن سیاست خارجی آمریکا تجاوز و امپریالیست و چی و چی، هر کیم که با آمریکا بوده بده، هر کیم جلوی آمریکا ایستاده خوبه، این خطبندی میکشن. مثلا خب از عربستان و اسرائیل و اینا به شدت اینا بعدشون میاد، در مقابل هر کسی هم که یه جیغ ضد آمریکایی بزنه اینا براش قشری سمیدن. البته ما یه وقتی صحبت چپ رو به طور کلی میگونه، چپ افراطی، چپ بیمار، جمهوری اسلامی به طور کلی برایش هیچ مانعی نداره که راست و چپ هر کی باشه رو استخدام میکنن. رفته بودن اینا زمان احمد نژاد تا همین چند سال پیش هم بود، یه حزب ایران انداختن تو فرانسه، اصلا هم پولش رو ایران داد جمهوری اسلامی داد، 2.5 میلیون یورو یا 3 میلیون یورو دادن یه حزبی رو که حزب ضد صهیونیستی، یه آدم دستراستی از این تئوری های توطئه دستراستی نئونازی با یه سری از چپی ها رو با یه سری از میابین چه معجونی اینا رو جمع کرده بودن، شده بود به اصطلاح این حزب آنتی صهیونیست، 2-3 میلیون پول گرفتن که بعد تو انتخابات پارلمان اروپا شرکت کردن، رأی هم نیاوردن منحلش کردن. بنابراین تو همین جلسات که مراسمی که اینا میذاشتن به نام هولوکاست و اینها، در ایران این دیوید دوک مال آمریکا، یکی از رهبران سابق کوکلوس کلان، آدم نجات پرست، شرکت کرد، سخنرانی هم کرد. آقای دیوید دوک تو همون جلسه یه سری هم برده به نام چپ دیگه، همین یه گروه از کد پینک چندین بار با هم دیدیم، یه سری بیشتر خانما هستن که لباس صورتی میپوشن تو آمریکا، که معروف‌ترین فعال‌ترین هم تو کنگره میرن گریبان اینو میگیرن، این کارو دیگه میکنن. یه جلسه که یادم چند سال پیش رفتن، تو یه جلسه که اینا نشسته بودن دور اون میز، یه سری نازی نئونازی‌های بدنام اروپایی که هولوکاست رو این کار میکنن این وره میزش تو ره، این خانم یه دیگه هم اسم خوشنو چپ گشتن اون طرف دیگه گشتن. بنابراین این هم بینید باید همه این پدیده ها رو شناخی، پدیده راست افراطی در مورد چپ بیشتره، فقط افراطی ها نیستن، دیگران هم هستن، دیگران هم هستن، این خطرناکتره. ولی راست افراطی هم هست، عرض کردم اینه بارها براتون، این آقای ابراهیم یزدی دبیر کل سابق نهضت آزادی چند تا دوست داشت ایشون، یعنی این رهبران اخوان که در اروپا بودن و جاهای دیگه، این گروه رهبران اسلامی ایشون با همه اینا دوست بود، چون موقعی که آقای یزدی اینجا بود انجمن اسلامی آمریکا رو انداخت که از کشور دیگه هم بودن، با همه اینا دوست بود. در سوئیس ایشون به من متوجه شدم مثل که وقت نیست، بله؟ چرا وقت داری؟ ایشون من یادم اون سالهای پیش به من شماره تلفن آدرس دو تا از اینها رو داده بود که اینا با ما رابطه دارن، حالا من دیگه وارد جزئیات نمیخوام بشم، گفتم اینا رو قبلا، ولی جا نمیشم که این رهبران اخوان مسلمین که در اروپا بودن، به خصوص اونایی که در سوئیس بودن خیلی ثروتمند بودن، با عربستان کار میکردن، حتی یه مرکزی بود به نام دارالمال، مال عربستان بود، چون موقعی که عبدالناصر سرکوب که اخوان رو اینا فرار کردن رفتن رهبراشون به زیر حمایت عربستان و اونجا بودن، یه داشتن اومدن اروپا با عربستان کار میکردن، خیلی ثروتمند بودن. و خود این حالا مطلب دیگریه که اینا چقدر کمک کردن که برای جمهوری اسلامی اسلحه بخرن، تحریما رو دور بزنن تو دهه 80 جنگ، اینها داستان خود جالبی داره که چه پولایی هم از اون راه همینا در آوردن. اما ایشون دو تا دوست داشت به نام یوسف ندا و غالب همت که حتی من یادم شمارهش به من داده بود که اگه مطلبی یا وقت چیزی در مورد ایران داری برای اینها بفرست، دوستان نزدیکش بودن توی یه جای خیلی خوب سوئیس که از میلیاردرهای دنیا میرن به نام لوگانو، نزدیک ایتالیاست، تو کوههای آلپ کنار دریاچه، خیلی جای زیبایی.
من یال من که تماسی با اونو نگرفتم ولی داشتم اینا. سال 2001 که 11 سپتامبر شد و اینا افتادن آمریکا دنبال القاعده و اینا، سال 2003 رفتن سراغ یه بانکی و ایت شعبه داشتن چند جا، اصلش تو سوئیس بود تو همون لوگانو، به نام بانک التقوا. بانک التقوا مال کی بود؟ که میگفتن برای القاعده، حسابای افراد بزرگ القاعده توی این بانک بوده و این بانک بهشون کمک. آقای یوسف ندا و غالب همه مسئولین این بانک بوده، دوستان آقای ابراهیم، که برای جمهوری اسلامی هم خرید میکنن. ولی این دو نفر به خاطر که بتونن در سوئیس این بانک رو بزنن، به یه سوئیسی احتیاج داشتن، به یه سوئیسی احتیاج داشتن که به اصطلاح سیتیزن سوئیس باشه، شهروند سوئیس. رفتن یه آقای مسلمانی پیدا کردن به نام احمد هوبر، اسم این حضرت آقا ایشون خوش بر خودش دنیایی، به نام فردریش هوبر بود، اسم خوش عوض کرده مسلمان شده بود. که من یادمه که فیگارو، روزنامه فیگارو رفته بود باش مصاحبه کرده بود، بعد همین داستان بانک گفته بود تعجب کردم که ایشون بالای دفترش هم عکس آدولف هیتلر هم عکس امام خمینی. و تو مصاحبه که من دارم، من صوت و ویدیوی احمد هوبر رو دارم که میگه بله کاری که امام خمینی کنه اون انقلاب عظیم رو آیت الله خمینی میخواد ادامه بده. میومد هر سال قرار خمینی هم صحبت میکرد تا اینکه فکر کنم مرد، الان باید 96 7 سالش باشه. این نئونازی بود، نئونازی بود. حتی من عکس داشتم از این آقا، دارم ازش گزارش و عکس از آقای احمد هوبر با ژان ماری لوپن رئیس حزب فرون ناسیونال فرانسه، یعنی جریان دست راستی فرانسه. اصلا تو سالگرد انقلاب جمهوری اسلامی 22 بهمن یکی از کسانی که همیشه مهمان سفارت بود میرفت اونجا صحبت میکرد همین ژان ماری لوپن بود، رئیس حزب دست راستی فرانسوی، راست افراطی. یعنی رابطه نئونازی ها و راست افراطی با این مسلمانان افراطی، اینا تش به هم میرسه. اصلا همین تئوری های توطئه‌ای که ما امروز میشنویم تو آمریکا خیلی میشنویم، ادعای متاسفانه هموطنان ایرانیمون نادانسته تکرار میکنن. جالبه یه بخشیش بیا که من میگو آقا تو بیا کیو انان رو تعریف کن. کیو انان هستن 2-3 میلیون میگن طرفدار دارن و 2 تا نماینده مجلس فرستادن، همین تئوری. گفتن شما یه واحد، یه پیمانه، مثل که ما غذا درست کنیم، یه پیمانه، اون تئوری های ضد یهودی که تزار و هیتلر درست کردن که دنیا در کنترل یهودیانه و یه سر سرمایه‌دار مخوف میدیا و نمیدونم همه چی رو کنترل میکنن، و اون تئوری ضد یهودی رو به اضافه این تئوری ضد یهودی که بچه ها رو میگیرن شکار میکنن خونشون رو میخورن، اینو بگیرید، این یه پیمانه. یه پیمانه ایده های چپگرایان افراطی در مورد گلوبالیسم که سرمایه‌داران بزرگ دنیا رو کنترل میکنن، اینا به این بریزید توی قابلمه هم بزنید. این مسئله که همه اینها دنبال بچه آزاری هستن از نظر جنسی، همشون بیمار جنسی هم هستن، اینم بریزید تو اون قابلمه، تشم اضافه کنید که آقای ترامپ اومده دنیا رو نجات بده دست اینا، این میشه کیوانا. یعنی راست افراطی، نمیگم آقای ترامپ راست افراطی، میگم این ایده های راست افراطی که تبلیغ شده و تبلیغ میشه، اصلا کل راست افراطی، نئونازی ها و اینها با اون چپ افراطی جای به هم پیوند بخورن. جمهوری اسلامی هم هر دو هر موردی در جهان که بهش سرویس بده استفاده میکنه، و در عمل هم راست افراطی و چپ افراطی، نئونازی با چپ افراطی، اینا با هم خدمت کردن در رابطه با جمهوری اسلامی. در آمریکا اون پدیده که ما مواجهیم باهاش راست نیست، همونطور که اشاره فرمودید، چپه، چپ افرادی که هیچی، اصلا کارگزار جمهوری اسلامی هم متاسفانه. به طور کلی هم گروه های چپی هم از عربستان و اسرائیل به شدت بدشون میاد و معتقدن در حق جمهوری اسلامی هم ظلم شده. این اصل قضیه است، هر چی زودتر باید با جمهوری اسلامی رفیق بشیم. یعنی دستگاه مماشات دارن، مزدور گوز میخوام بینه لغت میگم، مزدور جمهوری نیستن. ولی یه سری از این چپ های افراطی اینها لغت ببینید اینجا وقتی که ونزوئلا شلوغ شد پارسال بود یا پیارسال بود، یه سری همین کوتپینگ همینه که برای جمهوری اسلامی کار میکنن، رفتن اینجا تو سفارت ونزوئلا شبا میخوابیدن که ونزوئلای مقیم آمریکا نزن سفارت رو بگیرن، مثل اینکه مثلا ایران شلوغ شه
ما ایرانی ها بخوام بریم سفارت رو بگیریم، یه ده چپای آمریکایی برن مانع ما بشه. بینید چقدر خنده داره، اینا بیمارن و میشن مزدور. متاسفانه اینه. بنابراین آبشخور جمهوری اسلامی یا تمام هر که اکستریمیست، هر گروه رادیکال افراطی، یعنی متعصب در برداشت‌های خودش، اینا چه راست چه چپ فرقی نمی‌کنه، اینا هم پیمانان و هم داستانان رژیم جمهوری اسلامی هستن، چون حاضرن برای جمهوری اسلامی در قبال پول خدمت بکنن، ازش حمایت پشتیبانی بکنن. یعنی افراد در هر جهتش، راست باشه چپ باشه فرقی نمیکنه، نئونازی باشه نازی نوخواسته باشه فاشیست باشه یا چپ افراطی باشه، چپ افراطی که امروز داریم میبینیم در میان چپهای افراطی بی بی سی رو نگاه بکنید بسیاری از اونها رو پیدا میکنید، کسانی هم که حامیان جمهوری اسلامی هستن، حامیان رهبر کره شمالی هستن، حامیان آقای لوکوشنکو هستن، حامیان هر عنصر بد و پلید و هر دیکتاتوری در این دنیا هست، یعنی دیکتاتورها رو ستایش میکنن. هر گروه افرادی تر اینها بیشتر طالب موندگاریش و پشتیبانیش هستن. خیلی تشکر آیدا، این خیلی ممنونم از شما، اطلاعاتی که دادید برای ما خیلی جالب بود. تشکر میکنم از شما، تشکر میکنم از آقای اسفندیار عزیز که کماکان در اتاق فرمانه، یعنی اتاق فرمان رو ترک نکرده در تمام این فکر کنم 12 روز شد اگر اشتباه نکنم. بله 15 شبانه روز توی اتاق در اتاق فرمانه، 15 شبانه، خانوادهش رو ندیده، مادرش رو ندیده، چون نمیخواد بیماریش رو به اونا سرایت بده. البته امیدوارم که دیگه رفته امروز تست میده، فردا امیدوارم خبر خوب باشه. اما منم گزارش میدم درباره احوال خودم، فوق العاده بوده، واکسنی که زدیم عارضه ای نداشته، اندکی دست در این ناحیه جایی که تزریق شده سوزن رو وارد کردن اندکی، ولی عارضه دیگری نداشته. و در لس آنجلس هم پروسه مایه کوبی شتاب گرفته، خبر خیلی خوبی است. در یه جاهایی که درایو ثرو اصلا از اتومبیل هم پیاده نمیشید، شما رو مایه کوبی میکنن، فکر میکنم دارن از نسخه اسرائیلی ها بهره گیری میکنن، از نسخه اسرائیلی ها، چون در اروپا خب جواب نداد، کند بودن، گاهی نیم ساعت 20 دقیقه تا نیم ساعت به درازا میکشید، با تعهدنامه امضا میکردید که اگه چیزیتون شد شکایت نکنید، بعد باید یه پرونده سلامتی و بهداشتی خودتون عرضه میکردی بر مایه اون تصمیم بگیرن. اینجا از تون میپرسه که آلرژی دارید یا به چیزی یا نه، اگه میگفتید میگید نه میزن تمام شد و به نظر کار درستی هم میکنن، تعهد معهد از شما نمیگیرن، یعنی کار به اینجا رسیده. و در یک جایی در مثلا دانشگاه نورتریج دیروز دعای فرزانه گزارش میدن، خودش رفته بود اونجا دیده بود با خانمش، اونجا مثل که درایو تروه، یعنی خیلی سریع تو اتومبیلیت میرید، یه نقاط دیگری هم هست که درایو تروست تو اتومبیلیت، اصلا از اتومبیل هم پیاده نمیشید. ما که رفتیم البته در استادیوم داجرز بود، در ورزشگاه دانتان لس آنجلس که گویا 25 ایستگاه زدن، تو هر ایستگاه 10 نفر مثلا 10 تا تزریقاتی نشسته بود که سریعا این کار رو انجام میداد، حد اکثر 10 دقیقه وقت گرفت. تو صف بودیم و زدیم و اومدیم و گفتن 15 دقیقه اونجا بشینید ببینیم حالتون از چه قراره، که من 2-3 دقیقه نشستم تو ماشین تو اتومبیل نشستی. این هم خواستم گزارش به شما بدم. همینانم در باره مانکوبی خودم، تا دیداری دیگه.